خیلی خوب، واکسن قهوه ترک. بیاین فرایند واکسینه شدن رو با یک دیدگاه عمومی آغاز کنیم. شکی نیست که نقطه اوج شبکه نمایش خانگی سال 1401 بود. درسته، پوست شیر. در این دوران باشکوه من به شخص طی امری محیر العقول از نعمت بهره‌مندی از سه سریال استاندارد به صورت همزمان به وجد اومدم. آکتور رهایم کن و پوست شیر، اما این موج زیبا داره فروکش میکنه و متاسفانه علارغم همه‌گیری نیوکمپ برای این سریال‌های مهم و ارزشمند هیچ جایگزین مناسبی در موج فعلی دیده نمیشه. ولی نباید ناامید شیم، باید به جاش صبر کنیم، چون با توجه به روند کلی شبکه نمایش خانگی بلا شک سال 1402 سال سریالی درخشانی خواهد بود. But not right now. اینایی که در حال حاضر داریم میبینیم گزینه‌های روی نیمکتن. I'm ready to go in, coach. Just give me a chance. پر کنن و قرار ما رو صرفاً پای تلویزیون هامون نگه دارن تا هیت‌های نظیر سریال‌های سروش صحت، رضا عطاران و حتی حامد انقابیان جلو. تریلر یه سریال تحت عنوان هفتم که اومد، زخم کاری دوام که داره میاد. قهوه ترک هم گزینه‌ای فراتر از یک نیمکت نشین سال خورده و فرتوت نخواهد بود و نباید ازش انتظار خاصی داشته باشیم. الان میگم چرا. بیاین با هم سریال نوظهور علیرضا امینی رو این بار پس از تماشای اپیزود اول بررسی کنیم و البته لطفاً قبلش سابسکرایب کنید، مگرنه به جای قهوه ترک یه سریال هیت ترکی رو بررسی می‌کنیم تا علیرضا جان امینی عزیزم متوجه بشه چقدر از صنعت سریال سازی جا موندیم. امروز خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در افتخار دادی. خیلی متشکرم. قبل از هر چیز باید حجم بالایی از دیس رو روانه سر تا پای فیلم نت کنم. آخه فیلم نت کاری با تاخیر دو ساعته در پخش سریالی که همه جا تبلیغ کردی چهارشنبه ساعت 8 میاد ندارم. دیگه به اون عادت کردیم. ولی در مورد تبلیغات و مارکتینگ سریال دقیقاً داری چیکار می‌کنی؟ این تریلرها چی بود که از سریال منتشر کردی؟ می‌خواستی سرمون شیره بمالی، درسته؟ وسط پوست شیر سریال تو جنایی و ماجراجویی جلوه دادی، ولی تو تریلر دوم یه دوقلو داشتیم با یه آهنگ پاپ بغضی با صدای روزبه نعمت اللهی. و تازه 24 ساعت پیش از پخش سریال مشخص شد که داستان اینه که یه قول از دوقل میره ترکیه. You know what I mean؟ انگار تریلر اول یه سریال، تریلر دوم یه سریال دیگه. ولی میدونین چرا فیلم نت این کارو کرده؟ چرا از توی تریلرها هیچی نمیشد بفهمیم؟ حتی پس از پایان اپیزود اولم هنوز هیچ چیز مشخص نیست. چون علیرضا جان امینی عزیزم یه ایده بزرگ داره و تمام تلاششو کرده که لوش نده، اما پر واضحه که این ایده داعش ریلیتده. داعش اون تویست بزرگه و خب اینکه کپی سقوطه، دقیقاً عین به عین سقوطه. پرهام که عاشق چشم و ابروی رسول زاده نیست، حالا یه سری ژل در حوزه چونه و لب هست که جلوی بازیگریشو میگیره، ولی چشم و ابرو نداره. و خب ما تو تریلر دیدیم که موجی پیر یه مرد خشن و خلاف پیش است، چون درینک میزنه و سیگار میکشه. پس قضیه یا صادرات داف آریاییه یا داعش، که دومی محتمل تره. در اپیزود اول چندین بار به داعش اشاره میشه که کاملا اوت اف کانتکسته و میزنه بیرون میره تو چشمون. میگم داعش، مثل این دختر که خانوادهشو از دست داده و ممکنه فرزند یه سرکرده داعشی رو در شکم داشته باشه، یا محمد ولیزادگان که احتمالاً با داعش یه سر سری داره، حالا پشیمونه یا نفوذی مشخص نیست، ولی تو تریلر بازم میبینیمش. و خب این مرد خشن هم تو تریلر هست که سیبیل نداره و رسول زاده تو ماشینشه. یعنی شما بخواین یه داعشی نشون بدید بر نمیدارید سیبیلشو بتراشید. So I think this is it. میگم داعش، متوجه میشی یا نه؟ و ببینید منطقی هم هست، شما میخواین یه سریال بسازید و داعش و ترکیه رو همزمان با هم دیس کنید، به ازای انتقال این مفاهیم میتونید از مزایای بالادستیان بهره مند شید. مثلا پارتی در کلاب های شبانه استانبول به همراه ماین موف های یک بانو رو به نمایش بذارید، یا مصرف الکل داشته باشید و در عین حال رده بندی سنی سریالتون 7 سال به بالا باشه. بعد مثلا رده بندی سنیشو بردارید، چون خب این سریالو همه باید ببینن. و بازم از این مثالا هست، مثلا میتونید گیتار الکتریکی بدید به شخصیت اصلی سریالتون و یه کنسرت بپا کنید و تازه پلیس هم بیاد مجلس بزمو خدشه‌دار کنه. یا از همه اینا بهتر تو سریال سلطان ساروهان داشته باشید. اسمش نشون میده سیبیله، ولی اگه بریم توی اینستاگرامش میبینیم که شی لوکس گود. با اینکه طرف بازیگر تیزرهای تبلیغاتیه، ولی پتانسیل های دردسرسازی حاشیه سازی هم داره که بد نیست. خبرش بیاد سریال بیشتر دیده شه چه اشکالی داره؟ مهم اینه که ترکیه بده، با داعش همکاری میکنه. اما آیا میدانستید که تاپ
توتن فیلم های اکران شده در سینمای ترکیه در سال 2022 حدود 31 میلیون دلار فروش داشتن، این یعنی 1550 میلیارد تومان. تازه تاپ چارت ترکیه مثل سه تا فیلم دیگه که توی این لیستن، فکر میکنم فروش 10 فیلم اول در سینمای ترکیه به اندازه 10 سال فروش سینمای ما باشه و ما به عنوان ایرانی های سیاستمدار همواره در آثار تولیدی در ترکیه ترکا رو تخریب کردیم. از سدونگ سدونگ بگیر که یه ترک اومد چمدونا رو دزدید تا پایتخت که این آقای ترک بالون رو چپ کرد تو اقیانوس، یا مثلا خونسرد که ترکا توش قاچاق آدم میکردن. کلا عادت داریم که ترکا رو بد جلوه بدیم، ولی this is not the way. خب چرا سعی نمیکنیم برای خودمون در میان مخاطبین سینمای ترکیه جایگاهی پیدا کنیم؟ آخه جوابم که نمیده. فیلم نت برمیداری میگی آمار رضایتمندی از سریال 93% و در این حال آمار رضایت از اپیزود اول 99%. گریت، ولی نمیتونی ما رو گول بزنی چون آمار واقعی رو الان بهت میگم. در میان آرای پیش از انتشار سریال یه تقسیم بندی جالب توجه داریم. فقط 59% از شما معتقد بودید که قهوه ترک برامون سریال بشه نیست و این آمار در مقابل آمار نیوکم و آمستردام بی‌بدیله. منم موافقم، احتمالاً قهوه ترک تلاش میکنه تا به مرز استاندارد کیفی برسه، ولی قطعاً قرار نیست از این استاندارد عبور کنه یا استاندارد جدیدی تعریف کنه. همونطور که در نظرسنجی پسا اپیزود می‌بینیم، میزان نارضایتی از سریال حدود 20% افزایش پیدا کرده، یعنی تقریبا به اندازه آمستردام. این مسئله چند تا علت داره و این علل غالبا ریشه در روند کریر عوامل این سریال دارن. برای شروع لاین اپ بازیگران چطوره؟ متاسفانه they don't seem interesting. حامد بهداد یه زمانی آره، حامد بهداد بود، ولی انتخاب دل و سرگیجه به یه بازیگر چیپ تبدیلت کردن بهداد. و خب کسی شکی داره که حامد بهداد توی قهوه ترک همون حامد بهداد تو سرگیجه و همون حامد بهداد تو دل و همون حامد بهداد همیشگیه؟ نهایتا در لباس پلیس مخفی. البته شاید هم یه استثنا در پیش باشه، نمیدونم. یا مثلا روبروی حامد بهداد رسول زاده داریم، اونم دوتا. کیه که دوتا رسول زاده توی سریال نخواد ها؟ و خب SGH راست میگه، همه چی واضحه. قاعدتا ترانه باید بمیره و به قتل برسه و تنین بیاد جاش ببینه چه خبره. ولی اینکه همون فیلم دانیال حکیمی تو دهه 80 آخه علیرضا امینی سلطان، واقعا انتخابت برای نقش اول زن سریال هیتت رسول زاده است؟ حتی تو همین تریلر یکی دو دقیقه‌ای نریش اینی که رسول زاده میخونه رعشه بر اندام میافکنه. در خونسرد سایر بازیگران میتونستن با قدم گذاشتن در کفش پسر لقمان با دیدن بازی رسول زاده سطح بازی خودشونو به راحتی اطلاع ببخشن. الان هم میتونن باز همین کارو بکنن. ابتدایی بهترین لغت برای توصیف رسول زاده است. و بازم میپرسم، کسی شک داره رسول زاده همون رسول زاده همیشگیه؟ یه دختر وایل و طغیانگر که میخواد حرکات غیر قابل پیش بینی کنه ولی خروجی داد و بیدادای روان پریشان است. پس ما به کی دل بندیم؟ علی رضا جان امینی عزیزم چی؟ مجتبی پیرزاده؟ درسته، تنها شانس بالا بردن آتش برای تماشای سریال منصور سایکوه، ولی خب قره فینچر و تیمش در تماشاخونه آسیاتک مطمئن شدن که کریر موجی پیر کشته شه. و حالا من به شخصه از موجی پیر قطع امید کردم، چون احساس میکنم که قدرت تشخیص نداره، مگر نه توی آمستردام نمیدیدیمش. خیلی استرس داشتم ولی دیدم همون با شروع فیلم واقعا حیرت کرد. در قهوه ترک موجی پیر هم به نظر همون منصوره، ولی تمیزتر و منطقی تر. پس بازیگر ترک جالب توجهی نداریم و وطنیامون هم همونن که بودن و همه دارن نقشای خودشون رو تکرار میکنن. مثلا امیر جعفری صد امیر جعفریه. استیقلک و میرزا آقاخان نوری هم یکی بودن، فقط تو دوتا ظرف متفاوت. بنابراین تو قهوه ترک نباید منتظر بازیهای درخشان و میخکوب کننده باشیم. و البته تعداد بازیگران هم یه مشکل بزرگ دیگه است. اینا خیلی کمن علیرضا جان. با توجه به دیالوگ‌های قصار آلودی که محمد رضایی راد نوشته، خطر تعداد کم بازیگران کاملا جدیه، چون باید حبس شیم بین سخنان تکرار شونده و عذاب آور این بازیگران. البته شاید یه استثنایی در پیش باشه. یعنی حقیقتش من در ابتدا به شدت امیدوار بودم، چون فکر میکردم نویسنده یه سریال نغمه صمیمیه، ولی بعد فهمیدم که طرح سریال از نغمه بوده. اگه این طرح بزرگ همین ماجرای داعش باشه که وا ویلاس، ولی خب شیز گود. نغمه در دانشگاه تهران ادبیات نمایشی و سینما خونده و دکترای خودش رو در رشته پژوهش هنر
هنر از دانشگاه تربیت مدرس گرفته. الان هم مشغول تدریس در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه. به سابقه آکادمیکش نویسندگی شهرزاد و خونبازی که سیمرغ بهترین فیلمنامه هم گرفته اضافه کنید. پس در کمال تعجب ممکنه سر و ته در انتظارمون باشه توی سریال، اما در میانه راه باید گریه کنیم. نه اصلاح میکنم، باید خون گریه کنیم، چون نویسنده سریال محمد رضایی راده. محمد رضایی را 9 سال کار سینمایی نکرده و آخرین هیتش مربوط به سال 78 یعنی زمانی که من 4 سالم بود، کودک و سرباز. پس باید بترسیم، در واقع باید وحشت کنیم. قبلا تئاتری بودن یک حسن بود ولی در حال حاضر نیست. الان تئاتری بودن یعنی خطر بارش قصار و دیگه تنابنده هم در کار نیست که قصارا رو قابل حذف کنه. به جاش رسول زاده داریم و در اپیزود اول دیدیم که تفاوت سنی چقدر به طراحی کاراکتر رسول زاده لطمه زده. کماکان نویسنده‌های پاپ سن گذاشته سینمای ایران هیچ ایده و هیچ درکی از یک جوان و افکارش ندارن. نتیجه اینه. اصلا نمیدونم باید چی بهت بگم. یعنی واقعا رسول زاده تا حالا یه دوست مثل نداشتی؟ من عاشق جورابم. و یک مسئله وحشتناک دیگه در حوزه اختیاری آقای محمد رضایی را دیالوگ گفتنای نوبتی بود. خب اینا آدمن، دارن با هم حرف میزنن. البته من میگم زود قضاوت نکنین، شاید یه استثنایی در پیش باشه، چون تو قسمت اول که هیچی نداشتیم. پس در نهایت میرسیم به کارگردان اثر، علیرضا امینی، که میتونست راه نجات این تیم باشه، چون همه این تیم به جز رسول زاده یه زمانی هیت بودن. اما این اتفاق نمیفته، چون علیرضا امینی هم در پایین ترین نقطه کریر خودش در تمام طول عمرش ایستاده. یعنی منظورم اینه که همتون 13 شمالی رو به خاطر دارید، نه؟ تعطیلات رویایی رو چطور؟ خب هممون نوروز 97 مون رو با این سریال گره زدیم. البته علیرضا امینی هم هیت داشته ها تو کارنامه، کنار رودخانه، استشهادی برای خدا، حتی انتهای خیابان 8م. ولی این روند در دهه 80 متوقف شده. میدونم شاید استثنایی در پیش باشه، ولی این استثناء باید خیلی پهناور باشه که روند رو به افول نویسنده، کارگردان و بازیگران طی این استثنای ماورایی به یک بار تغییر کنه و یه سریال هیت داشته باشیم. به نظر با یه سریال متوسط دیگه روبرویم، نه؟ ولی خب چون در شبکه نمایش خانگی برهوت محضه، به نظر میتونیم تعقیبش کنیم. دیدگاه هم نسبت به این سریال یه سرگیجه بهبود یافته است که سر و ته هم البته داره. و بیاین قبول کنیم که هر کاری کنیم این سریال در تاپ تیری سریال‌های فعلی شبکه نمایش خانگی قرار میگیره، چون از سرگیجه که بهتره یا از آمستردام سوپر بهتره. نظر شما چیه؟ ما آماده دریافت دیسای رسول زاده ایم، ولی جدا از اون و جدا لطفاً ایده ها و افکارتون در مورد قهوه ترک رو با همون در میون بذارید. یه یوتیوبر تیم گال آریایی هم بشم. لطفاً سابسکرایب کن و ما رو به خویشاوندان درجه اول الی سوم معرفی کن.